بینندینی مرز سنتی که با ما همراه هستین، همتران فراوان با هم بسیار تصویر دیدیم در رابطه با فعالیت های جندر را وزارت محترم امور زنان. با امید از که آگاهی های شما خانم هایی که بینندی برنامه ما بودین در این زمینه افزایش پیدا کرده باشه و ما هم در پی آنیم تا معلوماتی در رابطه با بخش های مختلفی که مرتبط با زندگی شما خانم ها مخصوصا هست در برنامه جا بدیم تا که آگاهی های لازم در زمین های مختلف شما دریابین. در این برنامه و در این بحث خانم آریا عطایی مشاور بخش جندر وزارت محترم امور زنان ما را همراهی میکنند در رابطه با نقش خانم ها در پروسه انتخابات صحبت های دارند. اینکه انتخابات چی است، چرا خانم ها در انتخابات شرکت کنند و یا هم حضور پیدا کنند و یا عدم حضور خانم ها در انتخابات چی پیامدهای منفی خواهد داشت، در برنامه امروز به بس بررسی میگیریم. شما هم ما را همراه باشین. سیرای ارتباطی طبق معمول فعال است که شما میتونید در برنامه امروز با ما همراه باشین. شما تماس زیر اسکرین تلویزیونتان زیر نویس است، همچنان ایمیل آدرس ما آرینده nimarozatelevision.com و صفحه فیسبوک برنامه نیمرز را لایک کنین و از طریق کامنت با ما نظریاتتان را ارسال کنین. ما هم در برنامه امروز با مهمان برنامه در میان میگذاریم و حال برمیگردیم سراغ مهمان و حضور شنا خوش آمدید میگیم در برنامه. خانم عطایی خوش آمدید به برنامه نیمرز. خرسند هستم از اینکه در برنامه با ما هستین و پیرامون یک بحث خیلی حیاتی صحبت های دارید. میربانیم با عرض سلام خدمت شما و من خوشحال هستم که در برنامه فرصت پیدا کردیم که با شما صحبت های داشته باشیم. بسیار خوب، قبل از اینکه به نقش زنان در رابطه با رای دادن و انتخاب کردن بپردازیم، جا داره که در رابطه با خود پروسه انتخابات که چقدر برای یک شهروند و برای یک خانم به عنوان یک انسان حائز اهمیت و ارزش، صحبت های از شما میشنیم. پس از آن نقش خانم ها را بررسی خواهد کردیم. مسلماً که انتخابات یک پروسه ملی است و خود انتخابات این مطرح نمیشه که انتخابات باید زن اشتراک کنن، مرد اشتراک کنن. یک پروسه ملی است گفتیم و از ابعاد مختلف فواید خود داره و از نگاه دین اسلام اگر ما بسنجیم خودش یک وجیبه است، یک دین است بالای مسلمانان یا با تمام افراد کشور که باید این پروسه ای که عواقب از چی است یا پیامدهایی که انشالله مثبت باشه یا منفی خود نخواسته، این برمیگرده به آینده که آینده چه قسم است. اما اشتراک در پروسه حتمی و ضروری است، باید پروسه را آدم باید بگیره، مخصوصا خانم ها در پروسه ها اشتراک داشته باشند که ای از ابعاد مختلفش گفتیم، از نگاه بود دینیش، از نگاه اجتماعیش، از بخش سیاسیش، از هر بخشی که ما نظرسنجی کنیم فواید خاص خود نظر به روابط مردم، روابط خانم ها با حکومت و یا در راستای تحقق پیشرفت های حکومت و در راستای آمادن پروسه های صلح در کشور نقش بارز خود داره. حتما دقیقاً خانم عطایی، در مورد پروسه انتخابات دو موضوع جریان داره. یک ای که ما انتخاب میکنیم خود و میگذاریم، یعنی کاندید میکنن خانم ها برای انتخاب شدن در پارلمان، و یکی که رای میتیم به کسانی که به عنوان وکیل مردم خود کاندید میکنن. حال بین از نقش خانم ها در پروسه کاندید کردن اول صحبت های داشته باشیم. شما در جریان هستین، وزارت محترم امور زنان آیا آگاهی داره که خانم ها در این پروسه چگونه است؟ حضورشان پر رنگ است، کم رنگ است؟ تمایل دارن که به عنوان وکیل مردم خود کاندید کنن نکنن، چگونه است؟ انتخاب شدن و انتخاب کردن خودش یک امر قانونی است که در قانون اساسی ذکر شده. هر شهروند افغانستان میتونه که خود کاندید کنه و یا رای بده که نظر به قانون استفاده از ماده قانون میشه که قانون برای زیاد تنظیم کنه و راهنمایی کنه. و ما خوشبینانه گفته میتونیم که در اثر این سعی تلاشی که افغانستان پیشرفت کرده نظر به سالهای گذشته، از هر عرصه یا گویی هایی که در سالهای گذشته داده شده طبعا دستاوردهای خود داشته و خانم ها با وجود مشکلاتی که دارن خواستار ازی هستن که باید کاندید شوند و به مردم خدمت کنن و اهدافی که خودشان داشتن در گذشته ها میگفتن که فلان وکیل یا فلان نماینده ما ای کارا رو کنن، حالا میخوان اما اهداف از آدرس خود تطبیق کنن یا از آدرس خود به اهدافی که دارن نظر به خدمت به مردم برسن. دیگه با وجود مشکلات است اما خانم ها با یک تصمیم بسیار مستحکم، وزارت هم یار حمایت میکنه و وزارت هم کوشش میکنه که در قسمت آگاهی ظرفیت از یا در قسمت حمایت سیاسیشان و در قسمت کمپاین از یا که میتونن از نگاه امنیتی مطمئن باشن انشالله همکار هستن. و ما خوش میشیم که نظر به تجربه که دارن خانم ها صادقتر و پرکارتر میباشن که اگر بتانند
پروسه هم فعال داشته باشند بسیار نقش بله. خوبی است. خانم عطایی، در شما چون مشاور بخش جندر هستین، از نگاه جندر هم آیا کدام میزان مشخص تعیین شده که باید در پارلمان به این میزان و به این حد خانم ها حضور داشته باشن، یا اینکه کدام رقم مشخص تا به حال تثبیت و پیش بینی نشده، یعنی هر کس که توانست وارد پارلمان میشه و هر کس نتوانست نمیشه دیگه؟ فیصدی ها طبق قانون خودش تعیین شده، مثلا از اقوام کوچی و یا فیصدیشان است. و خوبی است که وقتی که از هر بخشی که انتصابی می باشه، باز 50% خانم ها سهم دارن، این ثابت است. اما ما به نقطه اساسی اینجا می رسیم که باید خانم ها را ما داشته باشیم بر خود، بر کاندیدی، از نگاه ظرفیت، از نگاه بود سیاسیش، از نگاه شناخت مردمیشان که بتانن کار کنن، و از نگاه سابقه کاریشان ما باید این خانم ها را داشته باشیم. و یکی از اهداف جندر همی است که باید خانم ها در سطح رهبری، در سطح مشوره دهی باید سهیم باشن با برادرها و در ارگان های دولتی، که کوشش میکنیم که همین مساوات جندر یا حضور خانم ها را در ادارات کوشش میکنیم در سطح رهبری باید حمایت کنیم. ما میتونیم در یک دفتر بگوییم که 50% خانم است، اما از این 50% خانم ها تقریبا 45% خدمه و کارگر هستند. این رقم باز حضور آدم حساب نمیکنه، باید در سطح رهبری باشن، مشوره دهی باشن و تصامیم بزرگتر سهم داشته باشن. بله، بسیار خوب. صحبت شما در برنامه حاضر باز هم با خود خود داشتیم و شنونده خود بودیم در رابطه با مشکلات خانم ها. ما در حال حاضر یک وقفه خیلی سلام مجدد باز هم برگشتیم و شما بینندین نیمروز هستین. برنامه تا ساعت 3 ادامه دارد. موضوع ما هم در رابطه با نقش خانم ها در انتخابات پیشی رو. شما هم زنگ بزنید پرسش یک دارید، ما در میان بگذارید. 0-7-1-3-1-3-3 پا حال است. پیام های ما شما دریافت کردیم در صفحه فیسبوک برنامه که در لابلای پرسش های خود ما کوش میکنم پرسش شما را هم با مهمان برنامه در میان بگذارم. منتظر تماس های تان هستیم و تا تماس های شما بیننده عزیز برقرار شد برمیگردیم سراغ مهمان برنامه و پیرامون موضوع که مشکلات و موانعی که صدرای خانم ها از برای کاندید کردن صحبت ها رو ادامه میدیم. شما هم زنگ بزنید تا زمان و ما هم صحبت ها رو ادامه میدیم. میروانی خانم عطایی، در رابطه با مشکلات گفتین، قبلا گفتین که در پروسه انتخاب کردن خود، یعنی کاندید کردن خود، مشکلاتی در صدرای خانم هست. این مشکلات از کدام قرار است؟ از نگاه امنیتی است، اقتصادی است، از نگاه خانوادگی است، چگونه؟ یعنی خانم هایی که میخواین خود کاندید کنن با چی مشکلات مواجه هستن بیشتر؟ طبعا خانم هایی که تا این حد رسیدن که میخواین خود کاندید کنن، حتما یک پروسه یا یک عمر بسیار پر جنجال را سپری کردن که تا یاد رسیدن والا بر خود اجازه را میتونن که باید کاندید شون. با وجود از او هم مشکلات دارن. مشکلات اولین مشکلات همی است که عرف عنانات است در منطقه، اجازه فامیلی یا پاشاید همی. اولین کار که یک کاندید میکنه باید حمایت فامیل خود داشته باشه که بتانه بسیار مطمئن کار پیش ببره. مشکلات اقتصادی خو واضح است که ما میفهمیم که در افغانستان خانم ها به وعده خودکفا نیستن که خود خودشان حمایت کنند، باید کسی باشه که حمایت کنه. در این قسمت ها میتونه دوستا و فامیل و کسی باشه که سپانسر کنه یا حمایت مالی بکنه. از نگاه امنیتی خود ما دیدیم که در هر دوره خانم ها مشکلات خود داشتن. تنها ما نمیگیم که کاندید برای دادن، اما اگر خانم ها بیرون برآمدن تهدیدات وجود داشت، مشکلات وجود داشت و خانم ها نمیتونن که رای مردا را بگیرن، مجبور هستند که از خانم ها رای داشته باشند. اما بدبختی اینجاست که ما خانم هایی را داریم که در بسیار نزدیکترین نقاطی که سایت رای دهی است و نه تذکره دارن نه کارت رای دهی دارن. این مشکلات ما هم در سال 2012 فکر کنم بود در کنفرانس بنام عضو اونجا که بودم، مسئله یک پرزنتیشن در بخش انتخابات داشتیم که یارو ما گفتیم که اولین کاری که باید در انتخابات میشه این باشه که اساس باید ببینن، بنیاد ببینن که آیا خانم تذکره داره نداره یا کارت رای دهی داره نداره. این بسیار مشکل است. و حالا اگر تذکره میگیرن شاید خانم های اصلی نباشه، تذکره به نام احمد و محمود اگر گرفته شود، بازم او خانمی که واقعا دلش احساس از این است که باید ما رای بتون بخوایم رای بگیریم، تذکره نداره، کارت نداره، آگاهی نداره. کوشش میکنیم که در این مرحله ما ببینیم که باز پروسه انتخابات چه قسم پیش میره، یا به خواسته هایی که خانم ها دارن میرسن نمیرسن. و مشکلات سیاسی زیادتر از دیگر مشکلات بالای خانم ها است که باید
حمایت سیاسی داشته باشند، پشتیبانی قوی بسیار خوبی از اقتصادی داشته باشند که بتوانند خود را کاندید کنند. و اینی مشکلات های صدرایشان می باشد که امی اعتماد به نفس که دارن و می خواهند فیصدی از این کاندید شدنشان را پایین میاره دیگه خانم ها. وقتی که کسی حمایتشان نکنه، از نگاه سیاسی حمایت نشوند. و حتی ما قضایی را داریم که در دقیقه 99 هم یا با وجود که رای داشتن از نگاه سیاسی یا از نگاه اقتصادی و از نگاه قومی تهدید شدن یا پروسه سرایشان آمده که یا ناکام برآمدن از پروسه که این مشکلات زیاد خانم‌ها بر ما پیشنهاد میکنند که باید اینی مواردی را که ما در سالهای قبل داشتیم باید سر از این غور بررسی شود. دقیقاً که ببینیم دولت تا چه حد میتونه این مشکلات را حل بسازه. وزارت امور زنان شخصاً یعنی چه کارهایی را برای دفاع از حقوق خانم هایی که قرار است خودک کاندید کنند و هم کاندید کردند تا به حال کدام برنامه هایی داره نداره، چگونه از اینا را چگونه مورد حمایت قرار میده؟ شما لحظات قبل گفتین که وزارت امور زنان به نوبه خود میخواهی خانم ها را کمک کنه و حمایت کنه ایشان. حال این حمایت ها از چی قرار است؟ در کدام بخش ها میخواهی که خانم ها را حمایت کنه؟ خب دمی تایمر فرصت هایی که در پروسه انتخابات از یک در تا دیگر دور بوده وزارت امور زنان خاموش نبوده، کارهایی را داشته. مثلا تانسته که یک بخش اهمیتی پروسه انتخابات با تفاهم با وزارت داخله بر خانم ها بگیره، یعنی خانم هایی که در پروسه انتخابات به صفت اهمیتی انتخاب میشن باید از آدرس خوشبختانه پروسه بسیار موفق بود و بسیار خوب بود و این یک اهم حضور زنان را نشان میداد بر خانم در منطقه و هم یک کمک اقتصادی بود بر فامیل های خانم ها و هم حضور از یا در اجتماع که خانم ها اتو درک کردن که یا دولت یا حکومت یا وزارت ها سر ما متوجه بودن که ما قشری است که باید کار کنن که تقریبا 12,000 نفر در سطح افغانستان از خانم ها در بخش اهمیت پروسه انتخابات سهیم باشن که یکی از دستاوردهای وزارت است و دومی که وزارت با تمام وزارت خانه ها همکار است و تفاهم نامه ها داره، یک سهم فعال 50% و بالا پایین هم برای وزارت خانه ها داره که اینمی خوشبینی ما که وزارت خانه ها مثلا وزارت داخله یا پروسی کمیسیون مستقل انتخابات از وزارتی خواستار ازی است که همراهشون کمک کنه، همکار باشن در همه مراحل همراهشون سعیم باشن. این خودش نماینگر ازی است که باز ما میتونیم وقتی که حضور داشته باشیم دادخواهی هم داشته باشیم. دیگه توکل به خدا ببینیم که تا چقدر موفق میشیم. بله و حمایت خود خانم ها را چگونه ببینیم؟ یعنی خانم ها حاضر هستن به خانم دیگری خود کاندید کنن؟ رای بتن این آگاهی و این تفکر در خانم ها آنقدر هست که این گونه فکر کنن، تصمیم بگیرن، یا اینکه همون زد و بند هایی که بین خانم ها وجود داره باز هم نمیگذارن که خانم دیگر از نو بلندتر بره؟ این زد و بند ها را نگادم دقیقا بگویم خانم ها بر خود خلق نکردن. این زد و بند ها را خود مرد ها خلق میکنن که مثلا فلان خانم اگر کاندید است توانمندی نداره، ما یک مرد هستیم میتونیم در ادارات دولتی حضور داشته باشیم یا دادخواهی کنیم. دوم دیگه خانم ها از پروسه انتخابات بی خبر می باشن و بدون از اینکه بفهمن کی کاندید است و کی خوب است کی خراب است آگاهیشان نشده باشه، فامیلا یا کاندیدای مردا میرن یک موتر استاد میکنن، یک از یک قریه خانم ها رو میبرن و عکس ها برشون نشون میتن، اتا نمیفهمن نفر نمره شام نمیفهمن، اتا کارکردایش نمیفهمن، تن عکس نشون میتن که و وقتی که در سر صندوق های رای میان متوجه میبشن هیچ بی سواد اصلا نمیفهمن، اما شخص مخاطب خدا که برشون هدایت داشته شده بود او انتخاب میکنن. بله. که این ناگاهی ها با ضربه میزنه بر خانم ها. در قسمت بلند بردن این آگاهی ها وزارت محترم امور زنان کدام پلانی داره که خانم هایی که آگاهی ندارن بی سواد هستن اونا را آگاهی بده تا اونا بتونن امو رأی که به نفعشون از بر امو کاندید رأی بتن، یا ای که این برنامه رو نداره وزارت محترم امور زنان؟ دقیقاً برنامه رو وزارت قبل از اینکه پروسه انتخابات شوه در جلسات هیئت رهبری مقام وزارت مشوره و هدایت هایش همی بود که باید بر خانم ها ای پیام رسانی از طریق ریاست هاش فرض میکنیم ریاست ها در ولایت هر برنامه که دارن در آجنده برنامه خود باید آگاهی انتخابات هم داشته باشن. من فکر میکنم که آگاهی ها تا حد رسیده و خانم ها هم وقتی که برای مردا رای دادن و دردشان دوا نشده و بعد دادخواهیشان نرسیده انشاءالله کوشش میکنیم که بتانن بر خانم ها رای بتن و خانم های موفق و کارای باشن که برای دردشون بخواد انشاءالله. سپاسگزار هستیم خانم عزیز که در برنامه امروز حضور پیدا کردین و صحبت های در رابطه با موضوع بسیار مهمی داشتین. تشکر میکنم از شما و تشکر شما بیننده ای که تا این دمی لحظه ما را همراه کردین. با امید از اینکه شما خانم هایی که بیننده برنامه ما بودین در رابطه با موضوع آگاهی های لازم و کافی را پیدا کرده باشین، مخصوصا خانم هایی که میخواین خود کاندید کنن.
با امید از اینکه شما هم توانا باشین و بتونید مشکلاتی که صدر رایتان است اونا را از میان بردارین و به معنای واقعی آن خود کاندید کنین و موفق شوین به توانایی خود و بعدن به این ملت خدمت کنین، چرا که وظیفه‌ای که ما در پارلمان داریم به عنوان نماینده مردم یک مسئولیت بسا سنگینی است که ما هم در دنیا و هم در آخرت پاسخگو هستیم. پس بیاین که دقیق عمل کنیم تا که در آینده پشیمان نشیم. در حال حاضر یک وقفه خیلی کوتاه، پس وقفه من صوفیه با شما همراه هم کلام هستم، شما هم با